پیام دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی نژادپرستی. نژادپرستی همه کشورهای جهان را فرا گرفته است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی نژادپرستی نامه‌ای منتشر کرد و در آن اعلام کرد که نژادپرستی همه کشورهای جهان را فرا گرفته و جوامع را تکه تکه کرده است. وی در ادامه این نامه نوشت: این گونه نژادپرستی در طول تاریخ باعث مرگ انسان‌های زیادی شده و سختی‌ها و مشکلات فراوانی را برای جوامع به بار آورده. لذا باید رهبران و سران با اجرای سیاست‌هایی به مقابله با نژادپرستی بپردازند، زیرا نژادپرستی جان میلیاردها انسان را در طول تاریخ گرفته و حقوق بشر را پایمال کرده است. وی افزود نژادپرستی باعث ایجاد بحران‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف جهان شده و موجب انتشار خشونت، نفرت و جنگ بین جوامع و حکومت‌ها گردیده. لذا باید با آن مقابله کرد. مدیریت مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام صبح امروز چهارشنبه از ادامه برنامه‌های این مجموعه رسانه‌ای برای استقبال از زائرانی که از داخل و خارج عراق برای زیارت به شهر مقدس کربلا می‌آیند خبر داد. مدیریت مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام اعلام کرده که برنامه‌های متنوع دینی و فرهنگی برای استقبال از زائران در مقر این مجموعه رسانه‌ای در نظر گرفته شده که در طول ماه شعبان المعظم انجام شد و در ماه مبارک رمضان هم ادامه خواهد داشت. بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان روزه خود در ماه مبارک را در مساجد افطار خواهند کرد، اما نکته‌ای که در این افطار دادن‌ها فراموش می‌شود، مضرات استفاده از پلاستیک در این گونه افطاری دادن‌های دست جمعی است که در آنها اغلب از ظروف پلاستیکی و قاشق و چنگال پلاستیکی استفاده می‌شود. برای تشویق مسلمانان به توجه بیشتر به محیط زیست، برخی از مساجد استفاده از ظروف پلاستیکی را ممنوع کردند. لکن نباید فراموش کرد که اهمیت به محیط زیست در آموزه‌های اسلامی چیزی فراتر از استفاده نکردن از ظروف پلاستیکی است. برخی منابع خبری اعلام کردند دولت آلمان در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن برخی از پناهجویان افغانستان را به کشورشان بازگرداند. این فومانگرنز در گزارشی اعلام کرد دولت آلمان در حال بررسی طرحی است که به موجب آن برخی از پناهجویان افغانستانی که مرتکب جرم شده و یا تهدیدی برای آلمان پنداشته می شوند را به افغانستان بازگرداند. این تصمیم در حالی گرفته می شود که آلمان روابط دیپلماتیک با حکومت افغانستان ندارد و برای بازگرداندن پناهجویان باید با کابل تماس و هماهنگی انجام دهد. پس از تحولات نزدیک به دو سال اخیر در افغانستان، دولت آلمان هیچ پناهجویی را به افغانستان باز نگردانده است. روزنامه بیلدم زونتک نیز به نقل از منابع امنیتی نوشت برخی از احزاب سیاسی در آلمان نیز طرفدار اخراج پناهجویان بزهکار به کشورشان هستند. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از مراکز مرتبط با بنیاد جهانی آیت الله لزماسه صادق شیرازی دامزله با صدور بیانیه رسمی خواستار محکومیت سیاست‌های نژادپرستانه علیه ملت‌های آفریقا شد. در ادامه این بیانیه که به مناسبت 21 مارس روز جهانی مبارزه با نژادپرستی در جهان صادر شده و نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیرسید آمده، باید این مناسبت یعنی روز جهانی مبارزه با نژادپرستی در جهان را مغتنم شمرد و به مقابله با سیاست‌ها و رفتارهای نژادپرستانه علیه مردم آفریقا که از نظر قومی، دینی، فرهنگی و نژادی پرداخت و حقوق بشر آنان را تأمین کرد، این بیانیه ادامه داد: به رغم پیشرفت بشر در زمینه تمدنی، اما همچنان شاهد سیاست‌ها و رفتارهای نژادپرستانه علیه مردم آفریقا هستیم. پلیس در پایتخت پاکستان اعلام کرد 198 نفر از هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور را بازداشت کرده است.
پلیس اسلام آباد در بیانیه اظهار داشت 198 نفر از هواداران حزب تحریک انصاف را به اتهام حمله به پلیس و ایجاد هرج و مرج در پایتخت دستگیر کرده است. پلیس اسلام آباد در توییترش نوشت 198 نفر از هواداران حزب تحریک انصاف را بازداشت کرده است که در این درگیری 58 افسر نیز زخمی شدند. دو حادثه تلخ رانندگی در سیستان و بلوچستان در نخستین روز بهار 14 فوتی و 34 مجروح در پی داشت. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت ساعت 20:15 دقیقه دیشب در پی برخورد دو خودروی پژو 405 در محور خاش زاهدان تعداد قابل توجهی مجروح داشتیم. سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر نیز اظهار داشت ساعتی قبل در پی واژگونی اتوبوسی در کیلومتر 25 محور ایران شهر نیک شهر 3 نفر کشته و 33 نفر مجروح شدند که علت این حادثه لغزندگی جاده ناشی از بارندگی بوده است. شایان ذکر است بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه 10 دستگاه آمبولانس و 1 دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. یک درخت زیتون پیچ خورده و باشکوه در دهکده آنووووس در جزیره کرت یونان معروف است که 1000 سال از تاریخ یعنی از سقوط امپراتوری روم تا بازگشت المپیک به آتن در سال 2004 را شاهد بوده است. گمان می رود درخت زیتون ووس چند 1000 سال قدمت داشته باشد. با وجود این ادعا این درخت زنده با وجود چنین قدمتی همچنان بار زیتون می دهد. تعیین قدمت دقیق این درخت قدیمی از چند نظر دشوار است. تاریخ گذاری ایزوتوپی امکان پذیر نیست زیرا مغز چوب درخت در تن پیچ خورده 4.5 متری آن پوسیده شده است. با این حال حلقه های آن نشان می دهد که این درخت دست کم 2000 سال سن دارد. با این حال برخی تخمین های دیگر قدمت این درخت را تا 4000 سال می رسانند در حالی که درخت زیتون ووس اکنون محافظت می شود اما تنها درخت باستانی جهان نیست. یک درخت کاج بزرگ زبر میوه غربی پینوس لونکاوا در کالیفرنیا وجود دارد که 4854 ساله است. این یعنی که بذر آن در سال 2832 قبل از میلاد جوانه زده است در حالی که تمدن‌های اولیه بین النهرین در حال ساخت شهرها و تجارت بودند و مصر در حال آغاز سلسله دوم بود. تشکر از همراهی شما با اخبار پانوراما. خدا نگهدار.